هی لابلیز، چطوری بچه ها خوبین؟ الان من کلاسم تمام شده بود، البته یه کلاسی که هنوز دارم، ولی گفتم بیام یه ویدیو بگیرم حالا تا یه ساعتی که کلاس بعدی مونده و بریم با هم کنار دریا بشینیم توی ساحل یه ذره صحبت بکنیم. حالا توی کلاس قبلی داشتم راجع به این موضوع با زبان آموزم صحبت میکردم که نقش زبان انگلیسی توی کار چیه، چون ببین موقعی که مهاجرت میکنی خب خیلی مهمه که کار پیدا بکنی و اصولا پیدا کردن کار میشه دغدغه و مسئله اصلیت و خب خیلی مهمه زبان. میخوایم ببینیم که چه نقشی داره و اصلا چیکار باید بکنیم، چجوری بهترش بکنیم و آیا تنها عامل زبان. If you recognize yourself, keep watching. اگه شما احساس میکنید که این ویدیو به درد میخوره و شما هم توی این موقعیت هستین، حتما این ویدیو رو تماشا کنید. خب اینا اومدم کنار دریا بشینم با تو دو کلام حرف حساب بزنم. آره داشتیم راجع به زبان و نقشش توی کار گرفتن صحبت میکردیم. ببین خب همونجور که بهت گفتم خیلی مهمه که زبان باید خیلی بالاخره در حدی باشه که آدم بفهمن که شما چی میگید. و اگر این ویدیوی من رو میبینید و قصد مهاجرت داری، خیلی جدی بگیر، خیلی خیلی جدیش بگیر و اصلا فکر نکن که حالا میای یاد میگیری، حالا میای تو محیط یه چیزی میشه. حالا ببین اصلا به حالا میای چیز نکن، از همین الان که ویدیوی من دیدی شروع کن به خوندن، به تمرین کردن، به تلاش کردن و اصلا فکر نکن چیزیه که میتونی توی مثلا یه ماه، یه روز، یه سال زودی بهش برسی. و یه چیزی هم بهت بگم، واقعا ما ایرانی ها در مقایسه با بقیه ملت ها خیلی خیلی کم بچه ها زبان بلدیم. بعضی وقتا زبان آموزا میگن وای ما خیلی انگلیسیمون خوبه، ما همه چی بلدیم، ما خیلی خوبه، ولی راستیتش اونقدام که بچه ها فکر میکنیم خوبیم خوب نیستیم. به خاطر اینکه تو خیلی از ملیت ها اولا که انگلیسی خیلی درست حسابی در واقع درس داده میشه، خیلی از فیلم ها به زبان انگلیسی تو تلویزیون اینجورا در واقع گفته میشه و اینقدر توریست و اینقدر جاهای مختلف و شرکت های بین المللی هست که خیلی از چیزهای بیسیک رو میدونن و خیلی طبیعی تر صحبت میکنن. ولی ما از ایران که میایم خیلی کم مکالمه رو میتونیم خوب برقرار بکنیم، به خاطر اینکه خیلی کم در ارتباط و در معرضش هستیم. و هی نگو مثلا این کلمه رو بلدم، این گرامر رو بلدم. ببین زبان فقط کلمه و گرامر نیست، کلن باید بتونی یه سری از مفاهیم رو و یه سری از ساختارها رو بفهمی و متوجه بشی. فقط هم این که خودتو سعی کنی در معرض قرار بدی، حالا به خصوص با اپلیکیشن هایی که هست مثل میتاپ بری توی رومای مختلف قرار بگیری و کلاب هاوس که دیگه خیلی هم خب هیته با اینا، بری و صحبت بکنی. حالا راجع به کار میخواستم صحبت بکنم. ببین وقتی که بحث کار میشه زبان مهمه، خیلی هم مهمه، اما تنها عامل و تنها موضوعش نیست، بلکه خیلی چیزای دیگه هم مهمه. وقتی که ببین من نمیدونم چرا وقتی که بچه‌های زبان آموزان با من صحبت میکنن مثلا یه شخصیتی دارن، بعد میخوان توی انگلیسی یهو مثلا این شخصیت عوض بشه، همه چی رو دیگه با فارسی و انگلیسی و با زبان نمیشه پوشش داد. مثلا بعضیا شخصیت خجالتی دارن دیگه، حالا تو هر زبانی شما این شکلی هستی. ببین برای کار یه سری شخصیت ها هست که توی ایران و تو فرهنگ ما شاید خیلی خوب و چی میگم مقدس شمرده بشه، ولی تو محل کار همچین صفت خوبی نیست. یکی از اونا خجالت بودن و خجالت کشیدن هست که توی دختران خیلی زیاده. این که فکر میکنیم یه دختر خوب دختری که خجالت میکشه، جواب رئیسش رو نمیده، حرف نمیزنه، سرش رو میندازه پایین، از تواناییاش حرف نمیزنه، چون کسی که از تواناییاش حرف بزنه دختر پررویه. و من میخوام بگم کاملا این خلاف اون چیزی هست که تصورته و فکر میکنی. توی سر کار همش باید از توانایی خودتو نشون بدی، بگی. و مورد اول از نظر من پرتلاش بودنه. ببین پرتلاش بودن نه اینکه فقط حالا اون کاری که انجام میدی انجام میدی، یعنی خیلی مافوق سازمان کار بکنی، مافوق برنامه کار بکنی، حتی ویکندت هم کار بکنی و حسابی پرتلاش بشی. اگه رئیست میگه 8 صبح بیای 10 صبح بگی بری و از این طریق که خودتو نشون میدی که آقا من خیلی پرتلاشم. ببین توی کانادا و آمریکا پرتلاش بودن برای کارمند خیلی مهمه و
این خیلی خیلی مهمه. فقط زبان نیست، مثلا بچه‌ها میگن ما فقط انگلیسیمون خوب نیست، ما فقط زبان، نه اینجوری نیست. ببین شخصی یه سری پرسونالیتی تایپ داره، یه سری نوعهای شخصیت داره که برای کار هم خیلی مهمه و یکی از اونا همین پرتلاش بودنه و رئیس باید این رو در شما ببینه. مورد بعدی همین که گفتم، ببین باید خودت رو نشون بدی، یعنی باید از تواناییات حرف بزنی. اصلا فکر نکن که خجالتی بودن نشون دهنده خوب بودنته و همه متوجه کارت میشن. نه، کاری که کردی رو باید بگی. ببین من یه زبان آموز دارم، اینکه سطح انگلیسیش elementaryه، متوسطه، متوسطه رو به پایینه، اما شخصیتش، ببین هیچ وقت به من نگفتش که شری من حالم بد شد سر کار چون نمیفهمیدم، من حالم خوب نیست چون نمیفهمم. هیچ وقت توی یک سال به من نگفته که به خاطر اینکه انگلیسیم خوب نبوده متوجه نشدم. ببین انگلیسیم خوب نبوده، اما خیلی پرتلاش بود و هی آدم ها رو پوش میکرد برای اینکه مصاحبه بگیره، برای اینکه ساعت بیشتری کار بکنه. میگفتن شنبه میرفت، یک شنبه میرفت، دو شنبه میرفت، اصلا نمیگفت نه و خیلی خودش رو نشون میداد. خیلی شاید متوجه نمیشد ولی اولا میپرسید و بعد خیلی سعی میکرد خوب گوش بده و خوب کار رو بره جلو، یعنی هیچ وقت ناامید نمیشد. و من تا حالا یادم نمیاد به من بگه که من حالم خوب نبود برای اینکه انگلیسی متوجه نشدم، بلکه همش سعی میکرد که هر روز یاد بگیری و هر هفته با هم کلاس داشتیم خیلی چیز جدید رو یاد گرفته بود از محیط کاریش. چرا؟ چون تازه میومد خونه میشست اونا رو کار میکرد، میرفت میدید ایمیل هایی که به هم دادن چی بوده، نه اینکه بگه خب منم خونه دیگه تموم شد دیگه بخوابم، نه تازه میومد خونه میشست ایمیل هایی که رد و بدل میشد و بررسی میکرد، معنیاشو نگاه میکرد، با من کلاس که داشت مثلا میگفت بگو این چی میشه، اینا چی جوریه و کار میکرد. این دقیقا کار میکرد، اصلا اینجوری نبود که بگم اگه بگه انگلیسیم خوب نیست خب تموم شد دیگه، من انگلیسیم خوب نیست دیگه بخوابم. یا از اون بعد یه زبان آموز داشتم که انگلیسیش خیلی خوب بود، خیلی خیلی واقعا سطح انگلیسی خوبی داشت، ولی از نظر شخصیتی همیشه به من این حس رو میداد که آدمی نیست که مثلا بتونم بهش اعتماد کنم و احساس کنم که میتونه کارهای مهمی رو انجام بده و از توانایی خودش در واقع چیزی نمیگفت. ببین وقتی یه نفر محکم جلو شما صحبت میکنه و به خودش اعتماد داره و به خودش ایمان داره شما متوجه میشید، خب خیلی قشنگ متوجهش میشید، حالا این چه انگلیسی باشه چه فارسی. و ببین تو نمیتونی همه شخصیتات رو توی یه زبان بخوای ترجمه بکنی، مثلا بخوای بگی من توی فارسی این شخصیتم، توی انگلیسی این شخصیتم. من خودم به شخصه مثلا با انگلیسی بیشتر میتونم خودم رو ابراز بکنم و بیشتر تا از احساساتم بگم و از علاقم بگم، ولی دیگه نمیتونم. مثلا من همون آدم برونگرایی هستم که توی فارسی هستم و توی انگلیسی هستم و نمیتونم مثلا بخوام بگم توی زبانهای مختلف شخصیت‌های مختلف دارم. و خیلی ها هستن که توی آمریکا، کانادا میبینید که بزنس های خیلی خوب دارن ولی انگلیسی رو خیلی معمولی، حالا خوب صحبت میکنن، کارشون از پیش میبرن، ولی بلبل مثلا اونجور نیست که شما فکر کنید که آدم مثلا باید حتما خیلی خوب باشه که مثلا یه کار خوب بگیره، اینجوری نیست. من میخوام بهتون بگم که اصلا ناامید بشید و از اون ور هم تلاش بکنید، تلاش بکنید برای اینکه آدم بهتری بشین، هر دفعه مثلا یه چیزایی رو یاد بگیری. و ببین باید توی زمینه کاریت خیلی پشت کار داشته باشی، چیزای بیشتر بلد بشی، تو انگلیسی کنجکاو باشی تا بتونی پوزیشن‌های بهتر بگیری، تا بتونی ارتقا پیدا کنی، ترقی پیدا کنی. ببین ترقی پیدا کردن ایران و خارجش هم باز یکیه. ببین وقتی که توی ایران مثلا توی سازمانی 5 سال کار میکردی یه پوزیشن داشتی، نمیتونی توقع داشته باشی مثلا تو ایران، توی حالا کانادا بیای یهو مثلا توی 3 ماه یهو مثلا بهت بگم یه پست مدیریتی رو بگیر. خب باید خودتو نشون بدی که آدم پرتلاشی هستی. و من همونش که باز تاکید میکنم پرتلاش بودن خیلی مهمه. پرتلاش بودن هم به معنی اینه که یه چیزی بیشتر از آدم ها بذاری، اون 9 to 5 که همه هستن نه ها، یعنی مثلا روزای تعطیل یا بعد از ساعت کاری تازه بشینی مهارتاتو بیشتر بکنی، تازه بشینی ببینی که بقیه چی گفتن، در جریان اون کارا قرار بگیری، یه سری از کارا احساس میکنی توش خوب نیستی بری دنبالش و توشون خوب بشی، یه سری شاید نرم افزار باشه، یه سری مدرک ها باشه که نداشته باشی و بشینی و بگیری. خیلی از زبان آموزام اینجا ایام تعطیلشون دوره میگذرونن
و بعد از کار تازه یه سری دوره میبینن. ببین همینه، یعنی شاید یه چیزی هم که بهت بگم اینه که وقتی که اولش میای و اینا فکر می‌کنی مثلا تفریحه، حالا بریم بشینیم بخوابیم، مثلا یه ذره بریم هتل اینور اونور بگردیم، ولی زندگی خیلی جدی شروع میشه و خیلی پر کار سنگین، کار زیاد و پرچون بریم، باید خودتو اثبات بکنی و کوچولو کوچولو شروع بکنی تا به جایی بالاتر برسی. ولی ببین خبر خوب یا خوبیش اینه که هارد ورک، یعنی کار سخت، کار پیز آف، هارد ورک پیز آف، یعنی همیشه نتیجه میده. چیزی که کانادا و آمریکا رو در واقع جذاب شاید بکنه اینه که تو اگه پرتلاش باشی همیشه نتیجه میده، به جاهای خوب میرسه، اینجوری نیستش که دیده نشه و بمونه. و ببین باز هم تو باید همونجوری که بهت گفتم خیلی شخصیتی از خودت نشون بدی که رئیست رو متقاعد کنی که آدم پشتکارداری هستی، آدمی هستی که میتونی بهش اعتماد کنه، پروژه‌های بالاتر بده و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشه، حالا چه انگلیسی چه فارسی. و شما نمیتونی مثلا انتظار داشته باشی که یه شخصیتی بذار من بلنشم که یه شخصیتی مثلا داری که آدم شاید نخواد بهش مثلا یه پروژه‌های بزرگی بده. چرا؟ چون اصلا خودش احساس نمی‌کنه که میتونه این کارو انجام بده. و فقط این نیست که به خاطر اینکه انگلیسیم خوب نیست مثلا من این پروژه‌ها رو نمیگیرم. پس ببین میخوام بهت بگم همه چیز، چون خیلی از زبان آموزای من همه چی رو با زبان توجیه می‌کنن، ولی همه چیز رو با زبان نمیشه توجیه کرد. خیلی چیزها رو شاید بعد بشینی تمرین بکنی اونا، ولی چیزهای دیگه مثل ارتقا، پشت کار، چیزیه که بر عهده خودته و باید حتما انجامش بدی. و از اونور هم توی مسئله زبان باید خیلی خیلی پرتلاش باشی که آقا چی گفتن، معنی این چی بود، ایمیل اون چی نوشته بود، مسیجی که دادن چی بود، تو گروپ چند چی گفتن، و بری دنبالش. نه اینکه منتظر یه معجزه باشی یا منتظر یه اتفاقی بیفته که شاید بیفته. من به عنوان تجربه اینجا خیلی دیدم که کسایی که زبان متوسط داشتن تونستن کار خوب پیدا بکنن، از اون ور زبان خیلی خوب داشتن کار متوسط پیدا کردن. و همه این چیزا بچه‌ها یه ترکیبی هست از توانایی‌هات و زبان. حالا تو به من بگو تجربه‌ای که خودت داشتی یا کسی رو می‌شناسی، حتما با من در میون بذار توی کامنت ها، حتما لایک بکن، سابسکرایب بکن و نظرت راجع به ویدیو به من بگو. مرسی که با من همراه بودی. اما باید سرت رو از موج‌ها بالا نگه داری. خیلی سخته، اما تو خیلی سرسختی. حتی اگه وقتی حس این رو نکنی که میتونی بجنگی، باید سعی کنی که بجنگی. همین که حس میکنی داری نفس میکشی، یعنی داری علیه این موج‌ها بدن تو قوی تر میکنی. هرچقدر بدن تو قوی تر بکنی، باعث میشه که موج‌های سخت بعدی رو راحت تر از پسشون برمیایی. پس وقتی که داری با این موجا مقاومت میکنی، بدنت ساخته میشه و ماهیچه ها ساخته میشن و آدم سرسختی میشی.